چند سالی بود که تعطیل شده بود تا اینکه دستگاه قضا مجبور شد ورود کنه تا واحدهای تولیدی یکی یکی به چرخه تولید برگرده. موانعی که وجود داشت یکی پس از دیگری مانع زدایی شد و موانع برداشته شد به کمک دوستان عزیزمون و خوشبختانه امروز ما در مرحله تولید هستیم و تولید کارخانه شروع شده و خوشحالیم بعد از 3 سال تعطیلی دوباره شروع به کار کردیم و بچه‌ها برگشتن. بعد از چند سال وقفه این کارخونه داره استارت می‌خوره و به امید خدا همه کار مهیا است. کار شروع شد. خدایا به امید تو. استارت اولیش خورد. خدا رو شکر در فاز اول با دریافت روزانه 20 تن شیر و با اشتغال بالای 110 نفر نیرو کار خودمون رو شروع می‌کنیم. انشالله وارد بازار شرکت شدیم. با توجه به حالا زایقای مشتری که هستش، چند سالی ما از بازار به دور بودیم، انشالله اینا رو با امید خدا بتونیم جمع‌آوری کنیم، بعد وارد تولید انبوه خواهیم شد. دستگاه غذا با جدیت ورود کرده و حدود 400 واحد تولیدی که به ورشکستگی کامل رسیده بود چراغ‌هایش کم کم روشن می‌شود. تقریبا مجموعه واحدهای که سرپرستی ما بیش از 400 واحد در کل کشور هست، تنها در استان تهران نیست، ولی خوشبختانه ما حواسمون به این مسئله معطوف است که تلاش میکنیم که این واحدها تعطیل نشن، یعنی زمانی که تعویل میگیریم اینها رو سرپا نگه داریم، کمک بکنیم، هم افسایی بشه که بتونیم به هر حال به اون رسالتمون تو بس تولید کمک بکنیم. واحدهای تولیدی که با جدیت دستگاه قضا دوباره راه اندازی میشود و تا تصفیه بدهیها با نظارت و بعد از اون به مالکان قبلی واگذار میشود. همین هفته گذشته هم یک واحد تولیدی معظم رو که بعد از چند سال سرپرستی اداره تصفیه ما تحویل مالک اصلی دادیم، خب اون هم واقعا متوقف جدی و کامل بود ولی به تولید رسید. واحدی که تا همین چند سال پیش محصولاتش به کشورهای دیگر صادر میشد که با راه اندازی مجدد اون امیدواریم این سرمایه ملی تولید برای داخل و صادرات رو اثر بگیره. محمد حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، برامون.